سلام، به صفحه‌دوی آخر هفته خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. در شب آخرین مناظره انتخاباتی آمریکا که قرار است تا ساعتی دیگر برگزار شود و در آن درباره سیاست خارجه هم صحبت شود، سرخط خبرها درباره ایمیل هایی است که گفته می شود برای دموکرات ها فرستاده شده و جان رادکلیف مدیر امنیت ملی آمریکا می گوید اینها کار ایران بوده. ایران در واکنش سفیر سوئیس کشور حافظ منافع آمریکا در تهران را فراخوانده و ضمن رد این حرف ها گفته برای ایران هیچ فرقی نمی کند کدام یک از این دو نامزد رئیس جمهوری آینده آمریکا باشد. آیا واقعا اینطور است؟ چه فرقی هست بین بایدن و ترامپ برای ایران؟ جمهوری اسلامی از انتخابات روز 13 آبان چه می خواهد؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبورگ از پنسیلوانیا با ما. داعش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که از تهران با ما همراه هستند، و مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای نوربخش، به نظر شما جمهوری اسلامی دنبال چی هست از این انتخابات؟ ولی من سلام به شما و همه بینندگان برنامه. چیزی که من در ایران میبینم اینه که محافظه‌کارای افراطی بعدشون نمیاد که آقای ترامپ مجدداً انتخاب بشه. دلیلش هم خیلی روشنه. اونها میخوان که اون رو به عنوان یک توجیهی بگیرن و مجدداً یا تکرار بکنن یا ادامه بدن به هر بار سیاست‌هایی که تا الان ادامه دادن. اما بخش عظیمی از مردم میخواد که آقای بایدن انتخاب بشه، که یه فرصت ایجاد بشه که مردم نفسی بکشن و بلکه تغییرات صورت بگیره. اما به هر بار هر انتخابی بشه در آمریکا، چه آقای بایدن انتخاب بشه چه آقای ترامپ، توپ در زمین ایرانه. ایران هیچ راهی دیگه غیر از این نداره که با آمریکا وارد مذاکره بشه، به خاطر که نه اوضاع اقتصادی کشور اجازه میده، نه اوضاع اجتماعی کشور اجازه میده که رهبران سیاسی کشور ما ادامه بدن مثل گذشته. حالا ما راجع به جزئیات اون بیشتر صحبت میکنیم و خواهیم دید که واقعا چقدر فرق هست بین دو نامزد، اما قبل از اون میخوام دو نفر دیگه هم باز نظرشون راجع به این بگم. آقای سجادی، به نظر شما جمهوری اسلامی دنبال چی است؟ آقای نوربخش، به نظر میاد که بخش‌های جمهوری اسلامی رو از هم جداگانه و منفک میبینن، میگن بخش در واقع تندروتر ممکن هست که علاقمند باشه که به ترامپ بمانه و بخش‌های دیگه ممکنه که خواسته دیگه‌ای داشته باشن. شما هم نظرتون اینه؟ من به نوعی با فرمایش ایشون هم موافق هستم و هم مخالف، به این معنا که نظام جمهوری اسلامی رو باید یک پکیج تلقی کنید که بخش سخت افزاری اون فلواقع چالش داره با تداوم ماندگاری ترامپ در کاخ سفید. اینجاست که من راهمو با آقای نوربخش جدا میکنم، به اعتبار اینکه ترامپ در سال گذشته مستقیما دستور ترور صدر قاسم سلیمانی رو داد، به این اعتبار ماندگاری ترامپ در کاخ سفید به معنای عدم سازش با حاکمیت در ایرانه. اما همزمان ما جناح‌های دیگری در ایران داریم که همواره به دنبال سازش و دیپلماسی فلواقع حل مسئله هستند با آمریکا، حالا چه با جمهوری خواها چه با دموکرات ها. اما اینکه حالا اینا میتونن به سازش برسن سوال دیگه ای که حالا اگه لازم شد من حاضرم روش بعدا صحبت کنم. اما فلواقع من معتقدم که آره، این مسئله هست که وجود داره، اما نوع نگاه ها متفاوته و اون نوع نگاه هاست که تعیین کننده است که آیا کدوم یکیشون بتونن در موضع قدرت قرار بگیرن. جالب هست که هر دوی آقایون رو جدا میکنین. آقای خانساری، میدونیم که به هر حال بارها و بارها شنیدیم که در ایران یک نفر تعیین کننده است و اون شخص آقای خامنه ای هست و سیاست خارجه رو به خصوص آقای خامنه ای خودش شخصا راهش رو تعیین میکنه. به نظر شما شخص آقای خامنه ای چی میخواد از این انتخابات؟ خب به نظر من برای شخص آقای خامنه ای تفاوت فوق العاده زیادی نمیکنه، چون اون خط مشی رو که ایشون دنبال میکنن و اون روشی است که به هر حال در طول ایامی که ایشون در رأس کار بودن ما مشاهده کردیم، این استش که رابطه با آمریکا از یک حد و حدودی نباید تجاوز بکنه. یک به اصطلاح پژوهشگر
خارجی که اخیراً در ایران بود و از زندان آزاد شده بود، میگفت که ایشون دنبال یک نوع دشمنی مدیریت شده با آمریکا هستن. پس اینکه اگر قرار باشه که این باشه، در اصل اینی که بایدن بیاد یا ترامپ بیاد فرق در کل نمیکنه. زمینی که خب این وضعیت نه مذاکره نه جنگ، این وضعیت که ما الان باش مواجه هستیم، این هم نمیتونه در دراز مدت به لحاظ مشکلاتی که ایران داره، همطور که آقای نوربخش فرمودن، نمیتونه ادامه پیدا بکنه. از دید بعضی ها به نظر من ترامپ شاید علی‌رغم اینکه به هر حال دستور قتل آقای سلیمانی رو داد، شاید مذاکره کردن رسیدن به یک راه حل آسان‌تر باشه، زمینی که خب مقامات جمهوری اسلامی با اطرافیان بایدن به لحاظ قرارداد برجام خود سابقه ای داشتن و فکر کردن که اون راه ممکنه براشون آسان‌تر باشه. ما شنیدیم از خود آقای بایدن و در واقع اون تیمی که اطراف اون هستن که او به برجام برمیگرده. از طرف آقای ترامپ شنیدیم که بلا فاصله بعد از انتخاب شدن مجدد با ایران مذاکره خواهد کرد. آقای خانسایی، چه فرقی هست بین این دو؟ اگر هر دوی اونها به نوعی میخوان این در رو باز بکنن و با ایران مذاکره بکنن؟ خب ببینید، صحبتی که بایدن کرده مشخص نیست، چون اینی که بگیم ما حاضریم به برجام برگردیم، بله این یک نوع به اصطلاح میشه گفت یک سیگنال مثبتیه، ولی بایدن در کنار او ضمناً گفته که ما خواستار تغییراتی در اون ترکیب قرارداد برجام هستیم، ما میخواییم که مسائل دیگهی که در برجام نبوده اینا اطرافیانش یا در طول این ایامی که فعالیت های انتخاباتی بوده به نوعی در اومده، که باید مسائل دیگه، مسائلی که در برجام نبوده از قبیل مسائل منطقه‌ای، مسائل موشکی غیره، اینها هم باید به اصطلاح در نظر گرفته بشن. خب دولت جمهوری اسلامی آقای ظریف اکیداً گفتن که ما حاضر نیستیم راجع به اصل قرارداد دو مرتبه ما وارد مذاکره بشیم. از طرف دیگه آقای ترامپ میگه که او هم فکر میکنه که خب به لحاظ فشارهایی که اومده و فشارها رو خودش کمتر خواهد بود بعد از انتخابات که بخواد به یک نوعی به اصطلاح تفاهم با ایران برسه. اینیست که میگم این مسئله خیلی پیچیده تر از اینیست که مسئله اینیست که از نظر ابزاری چجوری قدم اول برداشته بشه. ما راجع به این انتخابات که صحبت میکنیم تقریبا ماه هست، ما با هر سه شما در برنامه های پیشین هم صحبت کردیم، بارها این مسئله پیش کشیده شد که به نظر میرسه جمهوری اسلامی میخواد برسیم به این تاریخ، به همین تاریخ که این انتخابات برگزار میشه، تا بدون تکلیفش و آیندهش چگونه است. الان داریم به این روز نزدیک میشیم و وضعیت ایران فشار حداکثری، اونطور که آقای ترامپ میگفت که میخواد ایران رو به زانو در بیاره، شاید 100% نتونسته، ولی به هر حال وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران به هر حال وضعیت بغرنجی هست. آقای نوربخش، آیا این انتخابات این وضعیت رو تغییر خواهد داد به نظر شما؟ آیا جمهوری اسلامی آماده است که فردای انتخابات هر کدوم یکی از این آقایون که در قدرت بود تصمیم بگیره و شروع بکنه به مذاکره با اینها؟ حالا من فردای انتخابات رو خانم قاضی‌زاده نمیدونم، حالا پس فردا. اما چیزی که میدونم اینه که فرمای شما کاملا درسته، اقتصاد ایران اقتصادی هست که الان به مرزهای فروپاشی رسیده، به مرزهای فروپاشی. شما یک دونه در حقیقت نمودار اون رو شما در همین مسئله کرونا در کشور ما ببینید. حالا به غیر از این که کرونا مدیریتی بسیار خوبی در ایران نشد، اما اقتصادم بسیار در حقیقت فلج کرد. هر ابزاری که ما می‌خواستیم استفاده بکنیم، ایران می‌خواست استفاده بکنه برای برخورد با این بیماری. اما اگه آقای ترامپ انتخاب بشه، من برمیگردم به صحبت شما خانم قاضی‌زاده، اگه ترامپ انتخاب بشه، ترامپ گفته که مذاکرات بسیار سخت‌تر با ایران خواهد بود. این صحبتی هم که آقای ترامپ دارد میکنه که من با ایران بعد از انتخابات مذاکره میکنم، این رو نباید خیلی به راحتی ازش گذشت. ممکنه که آقای ترامپ بخواد از ابزارهایی استفاده بکنه که تا الان استفاده نکرده. اینه که اینو به اون فال هم باید گرفت. اما من برمیگردم به صحبت جناب خانساری، کاملا باشون موافق هستم. ببینید، اگه بایدن انتخاب بشه،
بایدن برمیگرده به برجام، این رو اعلام کردن که اگه ایران به مفاد برجام برگرده، اما این به معنی این نیست که بدون قید و شرط آقای بایدن برمیگرده به برجام. اون رو میخوان بگیرن مثل خود زمان اوباما، یعنی تمام فلسفه سیاسی تحریم ها و مذاکره در زمان اوباما این بود که برجام به عنوان اولین قدم در راه مذاکره با ایران، ما وارد در حقیقت وارد این معاهده بین المللی میشیم. اینه که خطر بایدن برای ایران اینه که اگه ایران وارد مذاکره نشد بعد از اینکه حالا برجام بیاد یا خوش آماده نکند برای مذاکره، کاری که ترامپ نمیتونست بکند و آقای بایدن میتونه بکنه اینه که آقای بایدن میتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه بر ضد ایران. و رابطه‌ش هم الان در مورد چین نمیخوایم الان صحبت بکنیم، اما مشکلاتی که الان بین آمریکا و چین هست، این مشکلات در زمان بایدن حل میشه و ایران باید خودش را آماده بکنه برای یک رئیس جمهور که اعتبار جهانی داره و به راحتی میتونه که اجماع جهانی بر ضد ایران ایجاد بکنه. آیا سجادی به نظر شما آیا ایران اساساً یک استراتژی روشنی داره که چه میخواد بکنه؟ آیا میتونیم ببینیم که مثلا آی بایدن رو مثلا بیشتر میپسنده و میخواد، یا بیشتر میخواد با آقای ترامپ مذاکره کنه؟ چون اگه هر دوی اینها قرار است مذاکره بکنن، ایران هست که باید انتخاب بکنه با کدوم یک. بله خانم قاضی‌زاده، من اجازه بدیم اول مجمل پاسخ شما رو بدم. واقعیت هم اینه که برای من اهمیت انتخابات قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشه، انتخابات 1400 ایرانه. فی الواقع من این حرف رو سال 92 هم زدم که از نظر دولت اوباما آقای حسن روحانی در ساختار قدرت ایران اونقدر ثقل سیاسی نداشت که در برجام به اون پوان بدن، چرا که می‌دونستن اون ثقل سیاسی رو نداره که بتونه اون پوان رو تبدیل به چیزی بکنه که بتونه موازنه قوای سیاسی در ایران رو به نفع جناح پراگماتیسم برهم بزنه. و همدلیل من از همون موقع هم گفتم که برجام محکوم به شکست و در حال حاضر همین اعتقاد دارم که در حال حاضر اون چیزی که تعیین کننده معادلات سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا صرف نظر از پیروز انتخابات کاخ سفید چه ترامپ باشه چه بایدن، اینه که در 1400 چه کسی در ایران قدرت بسته که تونه معادله قوای سیاسی در ایران رو در دست بگیره. یعنی فکر میکنید این شرایط بغرنجی که ایران الان درش هست واقعا میتونه تا یک سال نیمه دیگه هنوز ادامه پیدا بکنه؟ ایران چیز دیگه برای از دست دادن نداره. گذشته از اینکه من برخلاف دیدگاه بدبینانه معتقدم ترامپ در دور دوم ترامپ قابل تحمل تریه. به چه دلیل این حرف رو میزنم؟ یک سنت سیاسی نانوشته در واشنگتن هست که رؤسای جمهوری که به دور دوم میرسن بیرون از فشار لابی سیاسی سنگینی که به خصوص اسرائیل داره سعی میکنن حرکت‌های سیاسی تا اثرگذار تاریخی انجام بده. همون کاری که کلینتون کرد یا اوباما کرد. ترامپ هم به اعتبار اینکه یک شخصیت غیر قابل پیش بینی داره نشون داده که میتونه سورپرایز بکنه. من معتقدم ترامپ دور دوم ترامپیه که به اعتبار اون شخصیت بیزنسمنی که داره به قابل تحمل تره برای ایران و از حیث بیزنسمنی. آقای سجادی من صحبتتون رو قطع میکنم، ولی شما به نظر میرسه که سیاست آمریکا رو منفرد در نظر میگیرید که مثلا ترامپ چنین خواهد کرد؟ با توجه به اونچه که الان در منطقه شاهدش هستیم، صلح امارات با اسرائیل، در واقع واکنش ها و در جریاناتی که در اطراف ایران در حال اتفاق هست، آیا واقعا ترامپ میتونه اینطوری تصمیم؟ اساسا سیاست خارجی ترامپ ارزنی کارت برنده توی حوزه مبارزات سیاسی نداره. همین مثال هم که زدین شما، بهبود مناسبات امارات با اسرائیل کارت چندان اثرگذاری نیست که ترامپ روش مرور میکنه. نه من در مورد انتخابات نمیگم ها، در مورد تاثیرش روی وضعیت ایران میگم. ما بحثمون در مورد تاثیرش روی وضعیت ایران، ببینید ایران بعد توی اون قضیه حالت ایزوله رو پیدا کرده باشه، ولی توی حوزه امارات کارت برنده محسوب نمیشه که ایران احساس ایزولاسیون کرده باشه. اون چیزی که ایران مهمه براش اینه که الان در و افغانستان، در یمن و سوریه هر حوزه نظامی و استراتژیک حرف از چه داره. حالا اینکه یک هواپیما تونسته از امارات بلندش پرواز کنه بره تل آویو، شاید با پروپاگاندای رسانه‌ای تونسته باشن اینو گنده کنه، ولی اون چیزی که حرف اصلی رو در عرصه دیپلماسی و استراتژیک میزنه اینا نیست که حالا دارن پروپاگاندا میکنن. من این اعتبار رو میخوام بگم که برای من انتخابات 1400 ایران مهمتره تا اینکه در کاخ سفید ترامپ میره تو یا نه. این میخوام بگم که خیلی کوتاه بگید در اون انتخابات 1400 چه اتفاقی بیفته، احتمالاً چه اتفاقی میفته؟ به اعتباری که آقای حسن روحانی در واقع خودشو سوزونده، آقای حسن روحانی با یک بهجت ملی تونسته بودن رای جمع کنن، اصلاح طلبان رو از دست دادن، پا
پایگاه محافظه‌کاری خودشون از دست دادن، اعتماد رهبری هم به معنا ندارن، به شدت فضا مستعد برای اینکه یک جناح جناح اصولگرایان بتونن یک نیروی جایگزین و تازه نفس رو بیان سر کنن. به همین اعتبار من معتقدم انتخابات بعدی موفقیت اصلی در دست اصولگرایان قرار میگیره و یک نیروی تازه نفس. و اونها چه میکنن؟ مذاکره میکنن؟ من تصور میکنم وارد مذاکره میشن و از موضع قدرت این کارو میکنن و ترامپ هم تصور میکنه استقبال بکنه. آقای خاصانی، نظر شما چه زمینه اینکه اساسا الان دیگه مذاکره های مشکل ایران رو حل میکنه؟ بلافاصله بعد از برجام بسیاری میگفتن که هیچ نتیجه ای نداشت این مذاکراتی که سالها طول کشید و نتیجهش هم بالاخره برجام بود، میگفتن عملا برای ایران هیچ چیزی که بتونه بگه این اتفاق افتاد رو نداشت. خب ببینید، این برمیگرده رو اینکه هدف چیه. شما یه توی همین سوال کلام میکردی میپرسیدید که آیا ایران میتونه تحمل بکنه این فشارهای اقتصادی رو برای یک سال دیگه؟ خب جواب اون به نظر من این هستش که در شرایطی که ما هستیم، اون حلقه حکومتگر در ایران، اونها تصمیم میگیرن و اونها این فشارهای اقتصادی روی موقعیت اونها به عنوان تنها نیروی سازمان یافته در درون ایران، و حالتی که تمام بقیه نه امکانات سازماندهی دارن نه سازمانی به معنای واقعی دارن، اونها میتونن این رو تحمل بکنن. حالا چه فشاری روی مردم میاد و این حرفا موقعیت اونها رو متزلزل نمی کنه. پس اون این معقوله که آیا اقتصاد ایران میتونه دوام بیاره یا دوام نیاره؟ متوجهم آقای خونساری، و منظور شما این هستش که تا زمانی که به اونها فشار نیاد مذاکره در کار نیست؟ نقطه‌ای که میخوام بگم این است که یک چیزایی کاملا مشخصه. اگر ایران یه رابطه معقول با آمریکا در ظرف 40 سال گذشته می‌داشت، این بحثش بارها و بارها پیش اومده، و وضعیت ایران بدون اینکه بخواد نوکری آمریکا رو بکنه خیلی بهتر از اینی که الان هست می‌بود. یه عده‌ای نخواستن که این بشه. اون عده کماکان در رأس قدرتن و کماکان مسائل کلان رو اداره میکنن. پس اینی که مذاکره بشه یا نشه، این درجه دومه، و اینی که اگرم مذاکره بشه، این مذاکره تا چه حدی میخواد بشه. شما اشاره به منطقه کردید. ببینید، یکی از خواسته های بایدن این هستش که کشورهای منطقه باید در، مثلا فرض کنیم در نشست هایی که در ارتباط با یک برجام دو هست، شرکت بکنن. خب دولت ایران حاضر نیست که این مسئله صورت بگیره. یعنی این پیشنهادات بایدن پیشنهادات ساده ای نیستش که بیاد زمینی که خب مقامات ایرانی در شرایط فعلی امروز که همونطور که فرمودن آقای روحانی هم سوخته شده، آقای ظریف هم اوامر مقام رهبری رو به اصطلاح دنبال میکنه، خب در این شرایط خب اونها نمیخوان که مثلا وارد یک صحنه تازه بشن، به خصوصی که تاکید کردن که حاضر نیستن قواعد مذاکره ای که وجود داشته رو تغییر بدن. آیه نوربخش، بحثی که مخالفان جمهوری اسلامی میکنن، میگن این سیاست فشار حداکثری تونسته دست و بال ایران رو در منطقه تنگ بکنه و اگر به همین شیوه ادامه پیدا بکنه، اونهایی که طرفدار سیاست حداکثری آقای ترامپ هستن، میگن حتی ممکنه که منجر به تغییر نظام در ایران بشه. شما برداشتتون چی هست؟ آیا فکر میکنید چنین اتفاقی در آینده اگر آقای ترامپ در قدرت بمونه قابل دیدن هست؟ والا من احساسم اینه که دولت ایران خودش دست خودش رو درون منطقه بسته. ببینید، من بر این باور هستم که فشار حداکثری آقای ترامپ به غیر از این که اقتصاد ما رو ضعیف کنه، نتونست کارگر بشه. یعنی بحث این بود که حالا اقتصاد ایران رو فروپاشی بکنن و دنبال اون هم. من بر این عقیده هستم که ترامپ دنبال مذاکره نبود، ترامپ دنبال جایگزینی قدرت در ایران بود، تغییر رژیم در ایران بود. کاری که دولت ایران کرده، کاری که نظام در ایران در منطقه خاورمیانه کرده، کار خودمونه. یعنی ضعفی که ما الان درون منطقه میبینیم در اثر سیاست‌های ماست. من تعجب میکنم از جناب سجادی که فکر میکنن که رابطه‌ای که الان بین اسرائیل و امارات برقرار شده همین چهار تا کشور رو در بر میگیره. دوست عزیز من، صحبت از این هست که قطر
به رابطه با در حقیقت اصلا نقشه سیاسی خاورمیانه داره تغییر میکنه، دارن پایگاه میدن به اسرائیل، دارن روابط اقتصادی درست میکنن. نقشه خاورمیانه از امروز داره تغییر میکنه. بسیار از کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی نظام فکر میکرد اونها میتونه حساب بکنه، همه اونها در حقیقت دنبال سیاست دیگه ای هستن. و آقای نوربخشی، این تأثیر داره روی اینکه ایران بره پای مذاکره با آمریکا هر کسی که بیاد در قدرت یا نه؟ والا من این رو باز میگم، توپ در میدون ایرانه. ایران یکی از مشکلاتی که نظام ما داره در ایران اینه که اصلا فکر نمیکنه که در دنیا تغییراتی داره ایجاد میشه. این بزرگترین در حقیقت ضعف نظام ما در ایرانه. شما الان نگاه بکنید، ما در سوریه دست بالا رو نداریم، در عراق دست بالا رو نداریم، جنگ یمن در حقیقت به بنبست رسیده، لبنان دیگه عذری رو نداره که ما بتونیم در لبنان آن دخالت و اون نفوذ گذشته رو داشته باشیم. من نمیدونم آقای سجادی راجع به چی دارن صحبت میکنن. قبل از اینکه بریم آقای سجادی جواب بدن به این موضوع، ولی آقای نوربخش شما گفتید که این ربطی به فشار حداکثری نداره. یعنی ایران چه شده که پس این جبهه ها رو از دست داده؟ سوریه، عراق، لبنان، یمن. تو سوریه ما هم پیمان با کشوری بودیم که اون کشور روسیه رو دارم میگم رقیب ما بوده. ما روسیه رو تشویق کردیم بره توی سوریه. صحیح. الان خود روسیه میخواد ما از سوریه بریم بیرون. خیلی راحت، خیلی روشن. توی عراق دولت اومده سر کار و دولت کاظمی تغییر کرده سیاست عراق. عراقی ها نمیخوان که اون نفوذی که ایران در گذشته داشته توی عراق داشته باشه. آقای قانی بعد از سلیمانی اولین پیغامی که به عراق میده اینه. این خیلی عجیبه که دوستان بهش توجه نمیکنن که ما مثل گذشته عمل نمیکنیم. ما نمیخوایم که درون در حقیقت عراق اون در حقیقت نفوذی که در گذشته در عراق یک روزی ما نخست وزیر انتخاب میکردیم. همه اینها از دست رفته است. ما باید به خودمون نگاه بکنیم. اینها هیچ ربطی به ترامپ نداره. صحیح. اینها ربط دارد به سیاست‌های ما که ما درون منطقه خاورمیانه خودمون رو بیش از هر زمان دیگه در حقیقت گوشه‌گیر کردیم و درس نمیگیریم از تاریخ که نقشه سیاسی خاورمیانه داره تغییر میکنه و ما هم در سیاست‌های خودمون باید تغییراتی بدیم. آقای سجادی نظر شما چیه؟ آقای نوربخش میگن سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه هست که باعث همه این اتفاقات. من مخالف این فرمایش آقای نوربخش هستم. اتفاقا من دو هفته پیشم خدمت جناب آقای دکتر ظریفی مصاحبه هم داشتم، اونجا هم همین بس به نوعی مطرح شد و متاسفانه جناب نوربخش همون حرف رو میزنن که به نوعی آمریکایی هم دارن میزنن و ایران رو متهم میکنن که از طریق نیروهای نیابتی دارن پول خرج میکنن در منطقه برای به هم ریختن عمق استراتژیک. آقای دکتر ظریف اتفاقا پاسخ معقولی دادن که من میخوام همون پاسخ دکتر ظریف رو اینجا منتقل کنم، چون پاسخ منطقه ای بود. چون حرفی که آمریکایی دارن میزنن به نوعی آقای نوربخش دارن میزنن دال بر این مسئله است که ایران از طریق تزریق پولهایی که از طریق برجام منتقل شد، ترامپ بارها نگفته که ما پولهایی که از طریق برجام ایران دادیم. اتفاقا به نظر میاد دقیقا برعکس آقای سجادی. آقای نوربخش دقیقا چیز دیگه میگن. میگن این سیاست من چیز دیگه دارم میگن. بفهمید آقای نوربخش. من اصلا حرف آقای ترامپ رو نمیزنم. شما حرف من رو نفهمیدید جناب سجادی. من اتفاقا برخلاف بسیار دیگه، من میگم یک کشوری، کشور ایران، انقدر در حقیقت فرهیخته دارد، انقدر ریسورسز دارد که میتونه هر چه رابطه با آمریکا نداشته باشه، دشمنی نکنه، نظام خودش رو سر و سامان بده و زندگی بکنه. بحث من بحث آمریکا نیست. صحیح. ما مشکلمون خودمونیم، به آمریکا برنگردونیم. مشکل ما سجادی پاسخ بدید. ببخشید. آقای سجادی بفهمید. بله، برجاد عرض میکردم در پاسخ عرض میکردم که ببینید بحث هزینه کردن پول در حال حاضر به ایران نه توانمندی مالی عربستان داره نه امکانش داشته. الان عربستان سعودی بالاترین میزان پول رو در منطقه داره تزریق میکنه ولی به هیچ وجه جایگاه استراتژیک ایران نداره، در حالی که ایران هم چنین پولی نداره. بنابراین اگر ایران نفوذ در منطقه داره که داره، برخلاف فرمایش جناب نوربخش که میگه ما نخست‌وزیری در عراق تعیین میکردیم، ما هیچ وقت نخست‌وزیری در عراق تعیین نمیکردیم، دخالت محض در عراق، بلکه اون نفوذ معنوی ایران بود که در عراق، در افغانستان، در سوریه حرف میزنه و میزنه. این نفوذ استراتژیک، نفوذ معنوی و پول نبود که آمریکا میگفتن. حالا میخوام بگم آقای نوربخش میگفتن به این اعتبار هم هست که میخوام بگم که معادلات در منطقه به اعتبار اون اعتبار کاریزماتیک ایران است که تعیین کننده مسائل شده. و حالا اینکه قطر، امارات تونستن با اسرائیل رابطه برقرار کنن، این به معنای این نیست که ایران در منطقه ایزوله شده. من تعجب میکنم که مثلا یه دونه هواپیمای مسافربری امارات بخواد بشونه تو تل آویو، این به معنای این که تمام نقشه سیاسی منطقه بر علیه ایران به هم خورده. اینو تو معادله سیاسی من متاسفانه هیچ ارزشی براش قائل نیستم. بذارید آقای خانساری دارن لبخند. آقای خانساری شما بفرمایید.
والا من فکر میکنم که نفوذ ایران در این کشورهای مثل عراق و سوریه و لبنان به هر حال آسیب دیده. همین حملات هوایی مرتب اسرائیل به مواضع ایران در سوریه این صدمه وارد آورده. ولی و نفوذ ایران، من اینجا جسارتاً با آقای سجادی مخالفتی بکنم، به نظر من صرفاً معنوی نبوده. به هر حال این زینبیون و فاطمیون و امثال اونها، میلیشه های اینجوری یا هشت شعبی و اینها، اینا به هر حال که تغذیه شده از سوی دولت ایران یا دستگاه حاکمیت ایران بودن، اینا جوانب معنویشون خیلی کمتر از اون جوانب عملیشون بوده که در صحنه حضور داشتن و دارن و نفوذ ایران وجود داره. من اعتقاد دارم که هست و این بزرگترین کارتیست که ایران تو دست داره برای نشستن با هر نوع، به هر حال یک نوع فرم مذاکراتی باید صورت بگیره، ضمن پیش شرطایی که آقای ظریف خودش مطرح کرده که قبل از هر نوع مذاکره آمریکا باید به اصطلاح مثلا خسارت به ایران بپردازه برای صدماتی که وارد شده. ایشون فرمودن که باید تضمین بدن که اگر ما اومدیم و نشستیم و قرارداد دیگری شد، باید تضمین بدن که دیگه هیچ نوع تحریمی علیه ما به اصطلاح صورت نگیره و نهایتاً اینکه قدم اول رو هم برای هر نوع مذاکرات آمریکا باید برداری که مثلا اجازه بده ایران نفتشو در کوتاه مدت بفروشه تا اینکه ما وارد مذاکره بشیم و ببینیم به کجا میرسیم. یعنی مسائل خیلی پیچیده‌تر از این هست. آقای خنساری، معنی این صحبتایی که کردید آیا این نیستش که یکی غیر از ترامپ، چون به نظر میاد که اگر قرار بود آقای ترامپ این کارها رو بکنه خب تا الان میکرد دیگه؟ نه، این معنیش الزاما اون نیست. آقای ترامپ تا حالا نکرده، ممکنه یه ما دیگه این کار رو بکنه. آقای ترامپ هم مثلا مشکلات خودشون داره. چرا باید تا حالا نکرده یک ماه دیگه بعد از این دوره انتخابات این کار رو بکنه؟ برای اینکه شرایط، برای اینکه ایران تا الان این مثلا این گزینه رو داشته که صبر کنه که ببینه مثلا آیا بایدن میاد یا نمیاد. اگر فردا ترامپ انتخاب بشه که دیگه مسئله بایدن از بین میره، پس دست او خیلی قوی تر خواهد. یعنی با این حساب شما هم میفرمایید که دست ایرانه دیگه، در واقع توپ تو زمین ایرانه، چون ترامپ هم میگه اونا به من زنگ میزنن، نمیگه من به اونا زنگ میزنم. ببینید، اولا مسئله این هستش که شرایط منطقه‌ای همونطور که آقای نوربخش گفتن عوض شده. این وضعیت به این فرم، این میتونه تبدیل به یک چیزی بشه که آمریکایی‌ها هم نمیخوان اینو. پس این انگیزه از سوی اونها وجود داره که قدم اول رو بخوان بردارن، به خصوص اینکه این سیاست فشار، این ماکسیمم پرشری که اینا گذاشتن نتیجه نداده، جواب نداده. پس باید یک دگرگونی صورت بگیره. مسئله‌ای که باقی میمونه اینه که کی قدم اول رو برمی‌داره و بازیکن‌های دیگه‌ای هم در مقابل ترامپ هم در مقابل بایدن در آمریکا وجود دارن. اون کنگره آمریکاست، اونها تن نمیدن به اینکه اینها دست آزاد داشته باشن که بخوان امتیازاتی رو بدن یا بگیرن که اونها درش دخالت نداشته باشن. دقیقا. کشورهای عربی، اسرائیل، اینها همه پشت پرده، اینا هم نگران از اینکه مثلا بایدن انتخاب بشه و بایدن بخواد به سمت ایران قدم برداره. و اگر هم بایدن انتخاب بشه، فشارهایی که اینها روی بایدن از طریق کنگره وارد خواهند کرد، اینها مسائلی است که در پیشه و ایران باید در مقابل اونها هم به اصطلاح محاسباتی رو داشته باشه. آقای نوربخش، نظر شما راجع به این صحبت‌ها آقای خانسایی چیه؟ ببینید، اینکه واقعا همین هم که اشاره کردن بسیار مهم هست، اینکه دور قبل هم وقتی آقای اوباما رفت و اون مذاکرات رو انجام داد در کنگره، به هر حال به دیوار خورد به نوعی اون تمام اون اقدامات و نتونست از کنگره رأی بگیره. ببینید، مشکل باز مجدداً برمیگرده به ما. ما اگه در ابتدای دولت اوباما به فکر این افتاده بودیم که با اوباما وارد مذاکره بشیم و نه در پایان دولت آقای اوباما و از طریق آقای روحانی، دو سال اول در آمریکا کنگره دست دموکرات ها بود. نه. یعنی هر قراردادی امضا می کردن می رفت یه کنگره و تصویب می شد. حالا که دیگه گذشته از این به بعد، حالا اون گذشته. آره، ببینید، حالا من می خوام به این سوال جواب بدم که اگه ترامپ انتخاب بشه، برخلاف جناب سرجادی، می بخشن. ببینید، اولا رؤسای جمهور در دور دوم دستشون بازتره، به خاطر که به فکر انتخابات نیستن و بعدا این رو ما باید قبول بکنیم.
که در هیچ تاریخی در تاریخ سیاست خارجی آمریکا در دوران مدیر نشمن دارم میگم، حداقل بعد از جنگ سرد هیچ وقت اسرائیل آنچنان در حقیقت نفوذ روی سیاست خارجی آمریکا نداشته. اون چیزی که نتانیاهو از سیاست خارجی آمریکا میخواسته تا الان در مقابل ایران، در مقابل در حقیقت بقیه کشورهای خاورمیانه، نتانیاهو همه اونا رو به دست آورده. و این صحبتی که جناب خونساری کردن به این باید توجه کرد. اسرائیلیا مرتب پایگاه نظامی ما رو درون سوریه میزنن، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا کاری نمیتونیم بکنیم؟ به خاطر اینکه همه ترس و نگرانی اینه که جنگ به مرزهای ایران کشیده بشه، و اگه جنگ به مرزهای ایران کشیده بشه، جنگ بسیار پرهزینه ای برای ایران خواهد بود. اینه که خاورمیانه، این که من دارم میگم نقشه داره عوض میشه، نقشه شما صحبت از چارت کشور رو الان ما نمی کنیم، صحبت از این داریم می کنیم که الان تقریبا داره تا حالت رقابتی پیدا می کند که نفر بعدی، کشور بعدی چیه که با اسرائیل وارد مذاکره بشه. من اصلا این هستش که از همین چیزهایی که شما ترسیم کردین، این فضایی که ترسیم کردین، به اینجا برسم که آیا برای ایران مذاکره با آمریکا اهمیت ویژه پیدا کرده در این شرایط فعلی که بیاد و با هر کدوم از این آقایون که وارد کاخ سفید بشن وارد مذاکره بشه؟ چون هر دوی اونها به نظر میاد که گفتن حاضرن به این مذاکره. به دو دلیل، من خانم قاضی‌پور کاملا باشه، به دو دلیل ایران باید وارد در حقیقت این گود مذاکره بشه و رای غیر از اون نداره. یکی اقتصاد و وضع احوال داخلی کشور که دیگه نمیتونه به این طریق حالا ادامه پیدا بکنه، و دوم این که در خاورمیانه تغییرات بنیادین داره صورت میگیره. و اگه ایران خارج از این در حقیقت تغییرات بنیادین بایسته، ممکنه که دو روز دیگه کشور قطر هم با ایران همکاری نکنه، همدلی نکنه. اینه که ببینید شما الان دو تا کشور که در خاورمیانه، قطره، یکی عمانه، درست؟ هر دو تا کشور دارن، حتی عراق الان صحبت اینه که روابطش رو به یه شکلی با اسرائیل عادی بکنه. اینه که این نقشه ای هست که من دارم صحبت ازش میکنم که داره تغییر میکنه و در دنیا هم طرفدار داره، بخاطر اینکه هیچ دنیا به شکل ایدئولوژیک به این تغییر نگاه نمیکنه، به شکل روابط کشورها داره نگاه میکنه. حالا ما بیایم فریاد بزنیم که محکوم میکنیم این رابطه را، اون فرقی در کل ماجرا نمیکنه. خاورمیانه داره تغییر میکنه و ایران مجبور به مذاکره است. با این تغییرات ایران باید تغییراتی درون سیاست خارجی خودش بده که اگه ندید، من احساسم اینه که اگه بایدن سر کار بیاد، شاید این آخرین فرصت برای ایران خواهد بود. من حالا این آخرین فرصت هم بعدا اگه صحبت شد، من ما خیلی وقتی نداریم. من میخوام آقای سجادی هم صحبت بکنم. آقای سجادی شما بفرمایید. خواهش می‌کنم، من برمیگردم به حرف قبلی خودم که معتقدم که انتخابات 1400 ایران حرف اصلی میزنه و اصولگرایان اگر به قدرت برسن، که احتمال زیاد میرسن، از موضع قدرت وارد مذاکره میشن. و این از موضع قدرت به معنی نیست که به سمت بهبود مناسبات با آمریکا برن، بلکه به این چیزی که پازل معادلات سیاسی در منطقه نشون میده، آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ خواسته یا نخواسته ایران رو هل داد به سمت یک پازل جدید سیاسی قدرت، و اونم چین و روسیه است. همونطور که آقای رخشان فرمودن، بعد صحنه سیاسی قدرت در منطقه داره به هم می‌ریزه و اینجا چین و روسیه دارن نقش اصلی پیدا می‌کنن. آمریکا نخواسته ایران به سمت چین هل داد. ما پیمان شانگهای رو داریم می‌بینیم داره تقویت میشه و من معتقدم ایران دهه آینده ایرانی هست که در جایگاه چین و روسیه بیشتر بازی، در زمین چین و روسیه بیشتر بازی می‌کنه تا آمریکایی‌ها. ما یک دقیقه فرصت بدیم به آقای خانساری جنبندی. بفرمایید آقای خانساری. به نظر من تا زمانی که سیاست دشمنی مدیریت شده از سوی آقای خامنه‌ای ادامه پیدا بکنه، ممکنه یک سلسله مذاکرات موضعی برای حل یه مسائل کوچیک و یا ابزاری بشه، ولی به طور کلی مشکلات اقتصادی مملکت ما حل نمیشه. انتخابات هم که صورت بگیره، اگر اصولگرایان بیان و بخوان همین سیاست دشمنی مدیریت شده 40 ساله جمهوری اسلامی رو تغییر بکنن، متاسفانه من آینده خوبی رو برای مردم ایران در آینده نزدیکی نمیبینم. خیلی متشکرم از هر سه شما آقایون، مهدی نوربخش، آقای داریوش سجادی و جناب مهرداد خانساری. اما بخش دوم برنامه امشب رو اختصاص دادیم به جلسه هیئت مذاکره کننده اوکراینی در ایران.
این هفته تیمی از اوکراین در ایران بود برای مذاکره درباره هواپیمای مسافری اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران ساقط شد. این تیم گفته که به دنبال جزئیات از چگونگی شلیک به هواپیماست. در برنامه امروز می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم، در ادامه با معاون وزیر خارجه اوکراین که در تهران بوده صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون میریم با جواد سلیمانی صحبت می‌کنیم که همسرشون رو در پرواز 752 از دست دادند. آقای سلیمانی، شما به دنبال چه واقعیاتی هستید که الان پیرهنی هم که تنتون هست راجع به همین هست، این بحث عدالت‌خواهی و در واقع دانستن اینکه چه اتفاقی افتاده، دنبال چی هستید و چی رو می‌خواید بفهمید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قاضی‌زاده، ممنون بابت دعوت. ببینید، ما دنبال کشف حقیقت هستیم، دنبال برقراری عدالت هستیم و برای برقراری عدالت باید بدونیم در واقع آن شب دقیقا چه اتفاقی افتاد، و برای کشف حقیقت نیاز به تحقیقات در واقع مستقل داریم و این 10 ماه گذشته در واقع کاملا نشون داد که جمهوری اسلامی در واقع صلاحیت انجام تحقیقات مستقل رو نداره. چه داستان جعبه سیاه رو بگیم که باید در واقع سری میفرستادن 7 ماه طول کشید، چه در واقع خود گزارش های سگانه جمهوری اسلامی که در واقع متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی بعضا اون رو حتی خنده‌دار در واقع توصیف کردن و حتی مقامات کانادایی و اوکراینی هم گفتن این گزارش ها در واقع قابل اتکا نیست. ما خواسته اصلیمون برقراری عدالت و برای در واقع رسیدن به عدالت باید تحقیقات انجام بشه، تحقیقات مستقل، و مشخصا ایران این کارو نمیتونه بکنه و به برقراری عدالت بدیهی که در دادگاه ایران هم در واقع اعتقادی نداریم و امیدواریم در واقع این پرونده هرچه سریعتر در واقع به دادگاه بین‌المللی لاهه کشیده بشه، اونجا در واقع مسئولین جمهوری اسلامی بیان پاسخ بدن پشت در واقع میزهای مذاکره و در سیستم قضایی ایران ابدا در واقع خانواده امیدی ندارن به برقراری عدالت. شما با دولت کانادا در تماس هستید، اونجا زندگی میکنید، چقدر دولت کانادا تونسته فشار بیاره به دولت ایران برای اینکه این حقیقتی که شما دنبالش هستید رو بتونید بهش برسید؟ ببینید، شاید حالا از دید ما خانواده کمی در واقع آهسته این اتفاق داره میفته، ولی اتفاق اخیری که در کانادا افتاد، در واقع تشکیل تیم تحقیقات برای این پرونده، من فکر میکنم خیلی گام مثبتی بود، حالا خصوصا با توجه به سابقه ای که آقای جف یاورسکی رئیس این تیم دارند. من اینو گام خیلی مثبتی میدونم و معنی در واقع تشکیل تیم تحقیقات در کانادا بعد از در واقع ماهای زیادی که ما در واقع با مسئولین کانادایی در ارتباط بودیم، با افراد مختلف درگیر با اینوستیگیشن، درگیر با تحقیقات در ارتباط بودیم، معنیش اینه که در واقع گزارش های ایران و ایران قبول نکردن و پیشاپیش اون گزارشی که در واقع ایران در واقع میخواد در واقع منتشر کنه پیش از در واقع سالگرد جنایت، میشه پیش بینی کرد که چه محتوایی خواهد داشت و دولت‌های مختلف از جمله کانادا احتمالاً در واقع این گزارش رو قبول نکنن و امیدواریم در واقع از طریق در واقع سازمان جهانی هوانوردی و نهایتاً دادگاه لاهه این پرونده پیگیری بشه. آقای سلیمانی، دولت ایران گفته که غرامت می‌پردازه و هیئت اوکراینی میگن که این کافی نیست و باید جزئیات اتفاقات اون شب مشخص بشه. میدونیم که دولت ایران، در واقع حکومت ایران، به نوعی پذیرفته که شلیک کرده به این هواپیما. بیشتر از اون دنبال چه هستید؟ چه جزئیاتی رو میخواید بدونید از اون شب؟ ببینید، در واقع ما برای اینکه کمی آرام بگیریم، کمی نیاز داریم ببینیم دقیقاً اون شب چه اتفاقی افتاده. اینکه در واقع بخوان بگن که در واقع خب صرفاً یک خطای انسانی بوده اصلاً قابل قبول نیست، اصلاً قابل قبول نیست، و اینکه در واقع بخوان حالا چند نفر رو در واقع صرفاً از افراد رد پایین در واقع مجازات کنن برای ما قابل قبول نیست. و بله، در واقع غرامت که خب حق خانواده است، ولی واقعاً برای اینکه آروم بگیریم ما باید بدونیم در اون شب چه اتفاق افتاد. و ببینید، همه خانواده وقتی که در واقع ایران گفت به اصطلاح نقص فنی بوده، آرزوشون این بود که نقص فنی بوده باشه، ولی نبود.
و همه خانواده هم الان آرزوشون اینه که این در واقع خطای انسانی بوده باشه، ولی در واقع شواهد و قرائن و رفتارهای در واقع حکومت ایران نشون میده که قطع به یقین این داستان در واقع فراتر از خطای انسانیه. و در این قضیه ببینید اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون اینا در واقع باید دادگاهی بشن، اینا طبق قوانین بین المللی طبق ماده 10 قانون خدمات هواپیمایی کشور ایران حریم هوایی موقع در واقع شرایط پرتنش جنگی باید بسته بشه، نبستن. خب اعضای شورای عالی امنیت ملی هم مشخصن کیا هستن، یک سری از وزرا، رئیس جمهور و منصوبین رهبر، و خودشون هم در واقع اعتراف کردن که خود آقای حاجی زاده اعتراف کرد که در واقع حریم هوایی اطلاع داده شد بسته نشد. خب اینا همشون باید دادگاهی بشن و ما فکر می‌کنیم باور داریم همونطور که در واقع وزیر خارجه کانادا هم گفت این داستان خطای انسانی صرفا ساده سازی اون اتفاقیه که افتاده و با توجه به شواهد و قرائن که حالا ما با دولت کانادا در ارتباطیم این مسئله قطع به یقین فراتر از خطای انسانی بوده. جواد سلیمانی ممنونم که با ما صحبت کردید. آقای سلیمانی همسرشون رو در این پرواز از دست دادن. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین این هفته در تهران بود و با تیم مذاکره کننده‌ای با همتایان ایرانی مذاکره می‌کرد در این باره. ایشون الان همراه ماست. آقای ینین ممنونم که به این برنامه اومدید. اول میخوام از شما بپرسم که در این جلسات از همتایان ایرانی چه اطلاعاتی به شما داده شد که قبلا نداشتید؟ آیا جزئیاتی که دنبالش بودید رو تونستید به دست بیارید؟ بله، هدف نهایی ما اینه که مشخص بشه دقیقاً چه اتفاقی افتاد در تهران و کی کسی که مسئول این واقعه بوده با عدالت روبرو بشه. از همین رو ما سوال‌های بسیاری داشتیم از ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف، در مثلا زمینه نرم‌ها و اصول بین‌المللی، و این واقعاً شرم‌آوره که حریم هوایی بسته نشده بود. بنابراین باید که تمام جزئیات این رویداد مشخص بشه و اطمینان حاصل بشه که پاسخگو باشن همه کسانی که مقصر بودن در این قضیه و فجایعی مثل این دیگر اتفاق نیفتن. بنابراین فهرست سوال‌های ما از ایرانی‌ها بسیار بسیار بلند بالاست. اینکه مثلا هوانوردی داخلی ایران، غیر نظامی ایران چه کار کرده، روند تصمیم گیری چی بوده، و شاید بشه یکی دو تا سوال رو مشخص کرد که اساسی است برای ما. اما باید اذعان کنم که این بار هیئت ایرانی خیلی همکاری بیشتری داشتن با ما نسبت به موارد قبلی. اما راه ما برای مشخص کردن حقیقت و رسیدن به عدالت هنوز راه خیلی بلندیه و راه مسیر آسانی نخواهد بود. پیشتر یکی از مقامات اوکراینی ابراز نگرانی کرده بود که جعبه سیاه هواپیما دستکاری شده. آیا شما هم چیزی در این باره میدونید؟ آیا مشخص هست که جعبه سیاه دستکاری شده یا نه؟ در ماه ژوئیه جعبه سیاه به فرانسه رسید و کارشناسانی از اوکراین و فرانسه و کانادا و بریتانیا اونجا بودند. باید طبق اطلاعاتی که ما داریم موفق شدن که موفقیت آمیز داده ها رو بخونن. اما بحث دیگه بحث زمانبندیه. ایران باید که اطلاعات لازم رو زودتر فراهم میکرد و مهیا میکرد، اما حدود 7 ماه طول کشید تا این جعبه سیاه رو تحویل بدن و داده های خوانده شده رو باید بدون هیچ گونه معنی از جانب ایرانی ها منتشر کنند و ایرانی ها قول دادن که به زودی این داده ها منتشر بشه. آیا اون اطلاعاتی که شما دنبالش هستید رو میشه از این جعبه سیاه به دست بیارید، یا اینکه بیش از اون نیازمند همکاری ایران هستید برای اینکه اتفاقات اون شب رو به جزئیات بتونید ترسیم بکنید و متوجه بشید چه اتفاقی افتاده؟ خب من نمیخوام که اغراق کنم در اطلاعات اهمیت اطلاعاتی که از جعبه سیاه به دست میاد. طبق اطلاعات این جعبه سیاه گفته شده که خلبان هیچ اشتباهی نکرده و جعبه سیاه هم در شرایط عالی بوده و هواپیما اگر که ساقط شده به خاطر دخالت نابجا و غیرقانونی بوده.
پیش از شما داشتیم با یکی از اعضای خانواده قربانیان صحبت می‌کردیم. اونها خیلی نگران هستند که این خطای انسانی نبوده باشه و فراتر از اون اتفاقات دیگه‌ای باشه در کار. آیا شما همچنین نگرانی دارید؟ همونطور که بیشتر گفتم، هدف اصلی ما اینه که به حقیقت برسیم و عدالت و اجرا بشه و پاسخگو باشن مقصران. ما در کنار شهروندان و دولت‌های فرانسه، سوئد، افغانستان، کانادا و بریتانیا خواستار این هستیم. ما اگر که به واقعیت برسیم، اون وقت می‌خوایم که اطمینان حاصل بشه که محاکمه بشن مقصران این قضیه و بعد از اون مذاکره کنیم برای اینکه غرامت لازم به همه خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان پرداخت بشه. طبیعتاً روند مذاکره یک روند پیچیده بررسی جنایی، تحقیق جنایی و تحقیق فنی داره ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین ما نمی‌خوایم که هیچ نتیجه‌ای رو الان پیش‌بینی کنیم و می‌خوایم این پیش‌بینی و این قضاوت نهایی رو به متخصصان امر واگذار کنیم. ایران ظاهرا گفته که حاضر غرامت رو پرداخت بکنه و به همه کشته شدگان پرواز به میزان برابری غرامت بده. پیش از این هم خودش پذیرفته که شلیک ایران باعث سقوط هواپیما شده. ممکن هست که روشن‌تر به ما بگید که بیش از این جزئیاتی که شما می‌خواید بدونید چیا هست؟ چه سوالاتی دقیقاً شما دارید در طول این تحقیقات که از همتایان ایرانیتون پرسیدید؟ خب همونطور که پیشتر گفتم، ما یک فهرست بسیار بلندی از مسائلی داریم که طرف ایرانی باید به اونها پاسخ بده. همونطور که میدونید، هیئت اوکراینی رفت به تهران بلافاصله بعد از این فاجعه و ما یک تحقیق فنی رو شروع کردیم، به دنبال شواهد گشتیم و سوالهای پرسیدیم برای اینکه چرا این اتفاق افتاده. در خود محل سقوط هواپیما حاضر شدیم، تحقیق کردیم و الان میدونیم که هواپیما رو یک سیستم ضد موشکی روسی ساقط کرده. این رو که میگید جالب هست، برای اینکه ایران 3 روز طول کشید تا بپذیره که خودش به هواپیما شلیک کرده. در اون 3 روز اون هیئتی که از اوکراین به ایران رفته بود چه یافته هایی داشت؟ آیا اونها متوجه شدند که این هواپیما به شلیک شده؟ آیا این رو با شما در میون گذاشته بودند یا نه؟ کارشناسان ما جز اولین کسانی بودند که متوجه شدند که یک سری المان‌هایی از این سیستم ضد موشکی در این ماجرا دخیل بوده. طبیعتاً ما این رو خیلی زود در میون گذاشتیم با ایرانی‌ها و باید اذعان کنم که خب بهتر دیر بهتر از هرگزه و بالاخره در نهایت به این قضیه اذعان کردن. همونطور که در مورد هواپیمای MH17 میدونید در شرق اوکراین اتفاق که افتاد، تا همین امروز هم روسیه اذعان نکرده که این هواپیما رو نیروهای وابسته به روسیه سرنگون کردن. بنابراین شما آیا خوشبین هستید که بتونید در این مذاکراتی که با ایران دارید اون جزئیاتی رو که میخواین به دست بیارید؟ چون به نظر میاد که شما خودتون شخصا گفتید که ما به دنبال غرامت نیستیم و به دنبال این جزئیات هستیم. چقدر امیدوار هستید که این جزئیات در اختیار شما قرار بگیره؟ میپذیرید که بخشی از اینها ایران میگه که ممکن هست که در واقع اسرار نظامیش باشه و نخواد اونها رو با شما به اشتراک بگذاره؟ خب من به طور محتاطانه در این زمینه خوشبین هستم، ولی باید اذعان کنم که بله، در این دور آخر گفتگوها ایرانی ها نسبتا همکاری خوبی با ما داشتن و ما رابطه خوبی با رئیس هیئت ایرانی داریم و بنابراین امیدوار هستیم که به صورت مؤثر و مفیدی در دور بعدی مذاکرات بتونیم ادامه بدیم. اما در ارتباط با روشن شدن حقیقت ما حاضر به هیچ گونه سازشی نیستیم. در مورد کسی که به هواپیما شلیک کرده گفته شده که
از طرف در واقع هیئت شما گفته شده که بر اساس اون چه که در قوانین ایران هست، اون اتهامی که متوجه فرد شلیک کننده است تا 3 سال حبس برای او به دنبال خواهد داشت. آیا این به نظر شما کفایت میکنه یا باید فراتر از اون افراد دیگری محاکمه بشن؟ البته ما تقاضای جدی و مصری داریم برای عدالت، نه فقط برای کشور ما، بلکه این سوالی و مسئله که همه کشورها که از این قضیه متضرر شدند و صدمه دیدند رو با هم متحد میکنه، کانادا، بریتانیا، سوئد و دیگران. ما ادامه خواهیم داد به کارمون با هیئت ایرانی، با طرف ایرانی مصر خواهیم بود که به جزئیات تحقیقات جنایی در این زمینه دسترسی خواهیم داشت. برای مثال از ما خواهیم خواست که تیم‌های مشترک تحقیقی تشکیل بدن، از اونها داریم می‌خوایم که مصاحبه های مشترک ترتیب بدن، بازپرسی های مشترک تشکیل بدن، تحقیقات پزشکی قانونی به صورت مشترک انجام بشه. بنابراین در حال حاضر در این مقطعی هستیم که خب شاید خیلی امیدوار کننده نباشه، ولی باید این وضعیت رو بهتر کنیم و باید نتیجه تمام این تحقیقات فنی، جنایی و فورنزیک یا پزشکی قانونی به اطلاع جامعه بین‌المللی برسه. شما تا حدود چند هفته دیگه قرار هست باز به تهران برگردید و این مذاکرات رو ادامه بدین. روشن هست که به دنبال چی هستید در مذاکرات آتی؟ Actually, we agreed to hold next round of negotiations. ما توافق کردیم که دور بعدی رو البته در کیف برگزار کنیم و البته یک قولهایی از طرف ایرانی دریافت کردیم که به ما جزئیات بیشتری به ما بدن در ارتباط با مسائلی که بهش علاقمند هستیم. در این هفته آینده خواهیم دید که آیا ایرانی ها متعهد هستند به عمل به وظایف خودشون یا نه. البته ما همچنان درباره این مسائل با آنها صحبت خواهیم کرد و این مسیر رسیدن به واقعیت خب مسیر طولانی است و آسان نیست، نمیشه در یک روز به نتیجه رسید. جزئیات بسیار زیادی هستند که تاسک فورس ها یا کارگروه های مختلفی که تشکیل شدن در دورهای پیشین مذاکرات به اونها خواهند پرداخت. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست تیم مذاکره کننده با ایران از کیف با ما، خیلی ممنونم که به این برنامه وقت دادید و مصاحبه کردید. این برنامه صفحه آخر هفته بود. میتونید برنامه ما رو به صورت صوتی روی اپلیکیشن تلگرام یا اپلیکیشن های پادکستتون هم بشنوید. همینطور میتونید برنامه رو به صورت ویدیویی روی سایت یوتیوب مجدد تماشا بکنید اگر علاقمند هستید. همینطور روی وبسایت ما میتونید مطالب مرتبط با این مسائلی که در این برنامه مطرح شد رو ببینید و بخونید. شب و روزتون خوش. We'll be right back.